خانم پاول برنامه دیدگاه. از این لحظه با شما همراه هستیم و در این برنامه آقایان دکتر قرقازدو و سیاوش عوستا اطلاعاتی را در اختیار بینندگان این برنامه قرار میدن. البته میدونیم که آقای سیاوش عوستای ما در این رابطه تسلط زیادی داره، آگاهی های بسیاری داره که در این برنامه در اختیار شما قرار میده. بریم به برحال آقای سیاوش عوستا. درود بر شما آقای سیاوش عوستای عزیز. درود ما. بعد به گوشیم آقای سیاوش عوستا. درود بر شما شبشایی، درود بر شما شهرتی، روز و شب خوش. دیگه وقتی که نداریم آقای شبشایی، وقتی دون تموم شد، 3 دقیقه دیگه مونده. من صداشو نمیشنوم. آیه شبشایی درود بر شما، حالتون چطوره؟ میشنوی صدای منو؟ آیه شبشایی امیدوارم حالتون خوب باشه، چون وقت زیادی نداریم، یعنی 3 دقیقه به پایان برنامه‌تون مونده. نمیدونم من چی بگم از کجا بگم، ولی چون در رابطه با شاهنشاه یامهر هست و مرداد ماه، ماه شاهانی آریایی ایرانی رضا شاه و محمد رضا شاه، من 2 نکته رو میخوام به شما بگم. یکی این که پیش از اون باگاهیتون برسونم، در 3 هفته اخیر با شما که بودی من 2 مورد رو اشاره کردم، یکی اتمی بودن ایران. امروز دیگه اتمی بودن ایران رو همه دارن میگن، از جمله سپاه، خود مشاوران علی خامنه‌ای و امروز محمد رضا سباقیان، یکی از وکلای مجلس از خامنه‌ای خواست برای نخستین باری که کسی از خامنه‌ای میخواد که فتوایی که داده در رابطه با استفاده از بمب اتم رو برداره، عوضش کنه. میگه در جهان ناامنی زیاده، الان میخواد که خود خامنه‌ای هم دوباره بگه ما بمب اتم داریم. 9 مورد دومی که ما مطرح کرده بودیم، الان امروز خودشون وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تایید کرد، این هست که اینها در پی معادلات اخیر توافق جهانی کردن که رهبران اپوزیسیون های بالای رژیم، خصوصا اپوزیسیون های مقتدر رو، رهبرانشون رو ترور کنن. در همین راستان بود که رجب طیب اردوان کردهای نازنین رو بهشون حمله کرد در عراق، مناطق نفخیز رو میخواد بگیره در عراق. و از اون طرف هم عرض کنم خدمتتون آقای ایمن از زواهری، رهبر تروریست های القاعده رو، آقای بایدن کشتنش رو اعلام کرد که توسط بدون شک طالبان جایگاهش خود جمهوری اسلامی لو داده شده و زدنش. یعنی جهان روی یک فرش جنگ جهانی داره پیش میره آقای شرفشاهی، و اینکه تایوان هم به زودی چین بهش حمله خواهد کرد و این درگیری و تشنج در جهان شوربختانه پیش میره و ما در حرافی و فقط سخن گفتن، اونم نه سخن گفتن ریشه ای، سخنان فرعی تکراری هستیم که بالای چشمون ابرو هست یا نیست. آقای شرفشاهی، یک کسی امروز میتونه شهادت بده که زمان محمد رضا شاه مثلا زندان بوده. من هفته گذشته با یک شخصیتی برخورد کردم که ایشون از رهبران بالای یکی از تشکیلات نظامی نظامی و سیاسی مقتدر اپوزیسیون با جمهوری اسلامی بود، که در زمان شاه هم اپوزیسیون بودن، اینا از گروه های تروریستی بودن. ایشون هفته پیش به من گفت که من 5 سال زندان بودم در زمان شاهنشاه و شلاق خورده، که هنوز شلاقاش پاش اثرش هست. گفت ما مسلح دستگیر شدیم، می‌خواستیم کار خرابکاری مسلح بکنیم، گروه مسلح بودیم، کتکمون می‌زدن تا اسلحه کجاست و غیره. میگفت من با همه اینا که الان پام مشکل داره، نمیتونم خوب راه برم، از اونجا اومدم سر قبر شاهنشاه آریامهر من ازش عذرخواهی بکنم.
گفتم عجب، این خیلی جالب دیگه، اینو من ندیده بودم. خویی ها رو دیده بودم که گفت آره من اومدم عذرخواهی بکنم، چون من فهمیدم دو تا حزب مقتدر ما رو اصلا عمدن میفرستادن تو زندان که به ما آموزش بدن، چون نقشه داشتن چهار سال دیگه نظام شاهی رو بندازن، چنانچه پر اعتمال نوشته بود، و ما بیایم چه بکنیم و چه بکنیم. و تأکید میکرد که امروز همه اونهایی که عضو باند و حزب سادات تازی که از 1400 سال پیش بر اساس آیه قرآن سوره روم توسط روم تشکیل شد و شکل گرفت توسط هاشم، و اینها بنی هاشم هستن و با عربهای دیگه فرق میکنن، یعنی ما اینه که میگیم منظور اون عربهای ایور و اوور و اعراب نیستن، سادات تازی بنی هاشم هستن که در ایران 1400 سال دارن جنایت میکنن تشکیلاتی با حزب. الان همه اینها احزاب هستن دارن حکومت میکنن. حزب دوم شما هم اشاره کردید، حزب روحانیت هست که انگلستان در 100 سال اخیر ساخته. این دوتا حزب من گفت ما فهمیدیم که آقا اینا میخوان ایران رو نابود بکنن و ما رو گول زدن. من اومدم سر قبر شاهنشاه ازش عذرخواهی کنم، بگم همه اون شلاقایی که خوردم، کابلهایی که خوردم، 5 سال زندانی که کشیدم حقم بود. و امروز ما میبینیم همه اونهایی که عضو سادات تازی نیستند این رو میگن و از شاهنشاه پوزش خواهی میکنن. همه اونهایی دیگه که بیان شیخ و آخوند و سید، چه تاجزادش باشه، چه خمینیش باشه، چه خامنه‌ایش باشه، چه خاتمیش باشه، اینا یه حزبن. تا نفهمیم که این حزب رو باید بزنیم، تا نفهمیم که ما شکارچی هستن اینجا اینها و ما شکار، به هیچ عنوان ما نباید نه ببخشیم نه فراموش کنیم، ولی به هیچ آخوندی اعتماد کنیم اگه ما حرفی زد. اینا همه خودشون رو در لب گور میبینن میان اعتماد دارن. حالا در رابطه با همین تشکیلات و سازمان، چون وقت نداریم یک دو دقیقه بهتون بگم، در رابطه با نظم در زندگی، نظم در گفتار، نظم در مبارزه سیاسی، های شرفشاهی ببینید این نکته میخوام امشب رازی رو به شما بگم. شاهزاده علی رضا پهلوی روز زایش دخترش ایریانا لیلا پهلوی رو برنامه‌ریزی کرده بود سفارش فرزند بده که در 5 مرداد ماه روزی که پدرش از جهان رفته این بچه به دنیا بیاد. و به من اینو گفت من در ماه جولای در مرداد ماه امسال در سالگرد پدرم زایشی نوین خواهد بود و غیره، و تو وقتت خالی باشه که همون روز یک عروسی مهمی هم خواهد بود. اما خب ایشونو کشتن قبلا این که به 5 مرداد برسه. ما با نظم زندگی کردیم 1700 ساله. من خودم آقای شرفشاهی، خود من 2 تا دختر دارم، یه پسر، پسرم که آخریست که امشب با شما صحبت کرد گفت شرفشاهی است. من روز زایش یک دخترم و دخترم به دنیا، پسرم به دنیا میومد، و روز سفارش همین پسر روز تولد دختر دیگمه. یعنی با برنامه ریزی تا این حد وقتی ما در تاریخ اهورای آریایی برنامه ریز و منظم بودیم، چرا نمیخوایم بفهمیم و این رو مردم بفهمونیم که تا ما با سادات تازی و جامعه روحانیت انگلیس ساز مبارزه نکنیم و اینا رو نیاییم تبلیغ کنیم، ریشه‌ای برخورد نکنیم با اینکه اسلام با خود قرآن و سوره روم نابودی ایران رو طلب کرده و سپاه ساخته، تا ریشه‌ای ما نفهمیم آقای شرفشاهی. میبینید که میان تو لس آنجلس، شما فردا سلام فرمانده رو میخونن و الانم که محرم سفره و فردا آشورا تاسو آشورا شوناست، شما میبینید همه لختی پختی ها و غیره و هنر پیش ها و همه هم میان سینی میزنن واسه حسین. حسین کیه؟ به من و تو شرفشاهی چه ربطی داره؟ حسین جد سادات تازیست، جد خامنه ایست، جد تاجزاده هست که الان زندان دارن بوتش میکنن، مثل بچه هایی میگن ما زندان بودیم که بیا بیرین چه بشیم. این هست شرفشاهی، اگر ریشه‌ای با مردم سخن گفته نشه که اینها برای نیاکان اجداد خودشون دارن
عزاداری میکنند و من و شما رو بار دون بازی میکنند و به هر گونه ای ما توییت های خود وزارت اطلاعات رو مرتب پخش کنیم. آقای شریف اینا ماندگارن، همونطور که دولت عباسیان 525 سال مون. ما باید از شاهزاده علیرضا پهلوی بیاموزیم که روز زایش فرزندش رو میذاره روی روز مرگ پدرش با برنامه و برنامه‌ریزی. اگر خودش زنده بود یک روز اختلاف به وجود نمیومد که به وجود اومد، و چون بنده کار کرده بود ما با هم در این رابطه صحبت کردیم. الان هم ریشه این مبارزه اگر نباشه که آقا ساد هر روز که عرض دارم میگیم تاریخ 1400 همه جا میرسیم. آقا شهبانو سنبال زن ایرانی آریایی از تاریخ 1400 تازی استفاده نمیکنه. شهبانوی عزیزم میره سر آرامگاه شوهرش اول استاداد لیلا سپید میپوشه. ما جامعه سپیداییم. شما اگر پیرو اینها هستید همه الان تا هستند و هستید به اونها تبعیت کنید از اونها. نمی کنید ما شرف شویی شوربختانه نمی کنید. بله به هر حال روزگاری بود که دیگه تکرار نمیشه و عرض کردم تو همین برنامه هم شما شاید شنیدین که آخونده میگو آقا ما این ایران رو تسخیر کردیم، گرفتیم، خریدیم، اینه دیگه شما کاره نیستیم، ما بخوام بفروشیم، میخوایم به هر کی واگذار کنیم به شما مربوطی. یعنی علنن به ایرانی که در داخل خاک ایرانه این حرفا رو میزنن. 1400 ساله آی شرف اینا 1400 سال این کارشونه. کار ما باید زدن اینها باشه، زدن اینها. هیچ گونه هرگاه که میگیم آخوند باید بگیم ساخته انگلستان از انقلاب مشروطیت، سازمان روحانیت تشیع. هر موقع میگیم سادات تازی حاکم، الان آقای شرف شوی فقط سادات تازی هستن که با شاهنشاه همچنان باز مخالفن، با رضا شاه مخالفن. فقط بلگرده آقا مجاهدین خلق رهبران باراش که سید نیستن با اینها بابا همراه هستن. اینه که من میگم ما اشتباه کردیم، ولی اونایی که سادات تازی هستن امکان داره در کار نیستن. جای دیگه هم همینطور. آقای منصور فرنگ تو اون مملکت منصور فرنگ میاد میگه باهایی ها رو چند اول انقلاب حکم قتل باهایی ها میده، هنوز اونجا از استاد دانشگاه همه به سلام سلامات میرسن. چرا؟ چون باهایی ها خردمندانه دارن زندگی میکنن و انسان خردمند ساختن و با سادات تازی درگیر شدن. این چقدر دروغ می نبستن؟ یهودی ها چرا از حسادت هایی می زنن هایی می کشن در طول تاریخ؟ همه این مشکلات تاریخی که برای یهودی ها فریدن از حسادت، چون سکاوت داره اینها هیچ ندارن بود حسودشون میشه. و بچه های خودشون همه اینا زدن کشتن های شرف شایی آخونده به خاطر سادات تازی. سادات تازی و حزبشون و پیرو شهبانو اگه هستیم سفید بوچی، عدم استفاده از تاریخ 1400 تازی که تاریخ قتل عام توست، تاریخ اینه که دخترت رو به کنیزی بودن. 1400 ارمز چیدیم اما 1400 داریم موازی میکنیم علیکی 1400 سال دیگه نمیمونن، چون ریشه ای نمیریم ببینیم آریا منش چه گفت، کسروی چه گفت، صادق هدایت چه گفت، مسعود انصاری چه گفت. بسیار ممنونم از شما. مرتب یک حرفای اطلاعاتی که اصلا فایده نداره. بله بسیار ممنونم از شما، وقتتون رو در این اختیار این برنامه گذاشتین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو میکنم. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.